بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن إخوتي يا من حفظتم نص دستور السماء رتلوه واحفظوه تسعدوا يا أوفياء رتلوه في قيام الليل دوما بالصفا واجعلوه ديدن القلب ومفتاح الوفا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا, بالقرآن نحيا, بالقرآن نحيا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أرز سلام دارم وأدب وإحترام خدمة عميش مخبان وعزيزان ومهتران أستران كلام الله منان امیدوارم هر کجا که هستید توفیقات روز افزون الله متعال قرین راهتان باد و هر لحظه زندگی شما در پرتو آیات کلام الله مجید زیباتر و لذت بخشتر از لحظات گذشته اون سپری بشه الله رو بی نهایت سپاس از اینکه یک بار دیگر این توفیق نصیب شد تا به همراه شما خوبان و سروران در برنامه دیگر از برنامه های افس قرآن کریم گرده هم بیاییم برای تناوت و تدبر آیات کلام الله رحمان و امیدواریم که در این برنامه الله تعالی بر زبان بنده حقیر آنچه که مورد, ب... مورد رضای اوست و مورد رضا و اه... کسب عج و پاداش برای ما الله مطال هست الله مطال بر زبان بنده جاری بکنه و در برنامه امروز هم به شما عزیزان آنچه که در برنامه گذشته از سوریم که اصرار رو آغاز کردیم ادامه خواهیم داد و در این برنامه هم به شما عزیزان و سروران درس حفظ قرآن کریم خودمان رو ادامه میدیم و تکمیل خواهیم نمود در سوره مبارک اسراء آیات اول تا هشتم این سوره رو به همراه شما در برنامه گذشته مراجعه نمودیم و ترجمه آیات رو به همراه شما تکراری نمودیم و امیدوارم که در هفته گذشته عزیزانی که با ما در حفظ مشارکت دارن تونسته باشن که این آیات رو به خاطر بسپارن در برنامه امروز هم از نهم نه به بعد درس امروز رو ادامه خواهیم داد و سعی میکنیم آیات بیشتری رو در این برنامه به شرح اون بپردازیم و همچنین در برنامه امروز قبل از اینکه به شرح این آیات بپردازیم آیات نهم به بعد از سوری مبارک مبارکه اسراء لازمه که درباره برخی از موارد مرتبط به حفظ شماره آیات نکات رو یادآوری بکنیم برای عزیزانی که شماره آیات رو حفظ میکنن و به خاطر می سپارن در بحنی اول باید گفت که حفظ شماره آیات نه ضروری هست و نه الزامی هست و نه واجب هست و برای حفظ کلام الله مجید و شرط نیست برای حفظ آیات کلام الله مجید که هر کسی که حفظ میکنه حتما باید شماره آیات رو هم حفظ بکنه یا شماره صفحات رو که حالا اون مسئله بعدی است و مرحله مهمترش شماره آیات هست برای عزیزانی که دوست دارن حفظ تخصصی تری داشته باشن و بیشتر تسلط داشته باشن حفظشون پیشنهاد میشه شماره آیات رو حفظ بکنن شماره آیات کمک میکنه به حفظ شماره آیات کمک میکنه به ماندگار شدن حفظ و تسلط بیشتر به حفظ الان خصوص برای عزیزانی که در دروس دینی و در تخصص های دینی دوست دارن که از آیات استدلال بهتر و راحت تری داشته باشن برای خصوص دانشجویان علوم اسلامی و طلاب حوزه های علمیه پیشنهاد میشه اگر عزیزانی حفظ میکنن سعی بکنن شمار آیات رو حفظ بکنن برای حفظ شماره آیات از زمان ابتدا باید انسان تصمیم بگیره که شما آیات و بهترین مرحله و بهترین قدم برای حفظ آیات این هست که عزیزی که میخواد شمار آیات رو حفظ بکنه اولا سعی بکنه نسخه رو انتخاب بکنه که نسخه پایان صفحه همیشه پایان آیه است تا راحتتر بتونه که شماره آیات رو در ذهن داشته باشه و پیشنهاد ما همیشه این بوده که نسخه ای که به نام نسخه های عثمان تا ها معروف است در کتاب فروشی های ما از اون نسخه های استفاده بکنید یا هر قرآنی که پایان و صفحه پایان آیه است همیشه تا برای شماره آیات راحت تر بشه. بعد از این برای شماره آیات عزیزانی که حفظ میکنن حتما مد نظرشون باشه که وقتی کهش میخوان شماره آیات حفظ بکنن شماره آیه جزئی از آیه است من تکرار میکنم شماره آیه جزئی از آیه است برای عزیزانی که حفظ میکنن که به ذهن میاد اما به زبان نمیاد در هنگام تلاوت همونطور که ما وقتی که مصحف رو باز میکنیم و تلاوت میکنیم از ابتدای صفحه وقتی که وقتی به شماره آیه میرسیم میبینیمش ما شماره رو میبینیم اما تلاوت نمی‌کنیم یعنی وقتی تلاوت می‌کنیم آیات رو می‌خونیم شماره آیه رو به زبان نمیاریم اما می‌بینیم همین کار رو ما در حفظ انجام میدیم یعنی اینکه ما در حفظمون وقتی که می‌خواهیم شماره آیه رو حفظ بکنیم شماره رو می‌بینیم و به خاطر داریم که شماره چند هست و چه وقتی که حفظ بکنیم چه وقتی که کردیم و چه وقتی که تکرار میکنیم. همیشه این شماره آیه مد نظر ما هست و در ذهن ما هست و این رو همیشه باید مد نظر داشته باش. این کمک میکنه تا ما شماره آیات رو به خاطر بسپاری مرز <applause> <بعض> پوزش <applause> این موضوع موضوع بسیار مهمی است برای حفظ شماره آیات از اول حفظ از قدم اول وقتی میخوایم آیات رو حفظ بکنیم اگر قصد داریم شماره آیات رو حفظ بکنیم در هنگام حفظ باید شروع بکنیم و این خیلی مهمه نمیگم که نمیشه بعدا اضافه کرد یعنی عزیزانی که حفظ کردن میتونن بعدا اگر تلاش بکنن و زحمت بکشن از همون نسخه ای که داشتن میتونن که این تمرین رو شروع بکنن و شما رو آیات رو اضافه بکنن به حفظشون اما بهترین هست که انسان اگر قصد داره که شما رو آیات رو حفظ بکنه از همون اول که شروع کرده به حفظ کلام الله مجید شما رو آیات رو به همراه متن حفظ بکنه الان من شروع میکنم با این میخوام حفظ بکنم میدونم که این آیه آیه شماره چند هست میدونم که شماره چند است در ذهن هم, هم که میخونم اول شماره آیه رو به ذهن میارم بعد میخونم چه در حفظ حتی در نماز ها اگر انسان میخونه به ذهن میاره اما به زبان نمیاره این در حفظش و در تکرار هم وقتی که یک سفر حفظ کردیم و یک صفحه به پایان رسید <تصفح> بعض پوزش من گروه من شما را زیاد کرد در تمرین شماره آیات هم بعد مد نظر اون باشه که ما یک تمرین خاص به شماره آیات داریم و یک سفر رو وقت کپس کردیم یک سفر رو وقت کردیم از بالا به پایین و این سفر تمام شد میایم و وقتی که این سفر رو میخوایم تکرار بکنیم چیکار میکنیم سعی میکنیم که ترتیب رو به هم بزنیم یعنی از به جای اینکه بالا بیایم به پایین پشت سر هم یکی در میون میایم آیات رو آیه اول رو میخونیم بعدش نمیخونیم. باز یکی در میون آیات مثلا فرد رو میخونیم عدالت زوج رو میخونیم یا از پایین صفحه میایم به بالا برعکس میخونیم این سبب میشه که ما مجبور بشیم فکر بکنیم اول آیه چی هست و کدوم آیه هست و این کمک میکنه به حفظ شماره آیات الان برای این یک تمرین دیگه ما برای شماره آیات داریم که لازمی است برای همه عزیزانی که حفظ کردن با شماره آیات وقتی شما یک سفر رو تکرار میکنید و این صفحه تمام شد تکرارش بعد از اون باید بیاید و وقتی که تلاوت کردید این سفر رو تمرین شماره آیات رو هم فراموش نکنید با اینکه شما ولی اینکه با شما را آیه حفظ کردید و با شما را آیه هم تکرار کردید و تلاوت میکنید باز هم این تمرین رو حتما داشته باشید تمرین شماره آیات وقتی متن یک صفحه تموم شد اون صفحه رو از اول به آخر یا از آخر به اول فقط اول آیات رو به خاطر بیارید آیه اول صفحه چی هست شماره چنده مثلا نگری آیه 11 هست آیه 11 اولش چیه بعد برید 12 بعد 13 بعد 14 همینجوری میرید تا پایان صفحه یا برعکس از آخر صفحه شروع می‌کنیم به اول صفحه فقط اول آیات رو از حفظ از حفظ نگاه نمیکنیم کنیم و مصف در ذهنمون همینطوری مثلا یک گوشی میشه خیره شد یا نشست و شروع کرد به فکر کردن یا چشم ها رو بس هر راهی که برای شما آسان تر هست و از اول با آخر و از آخر به اول میایم و تکرار میکنیم در ذهنمون فقط اول آیات رو این تمرین سبب میشه تا ما چون فقط اول آیه رو می و آیه را کامل نمی فکر بکنیم که اول آیه چی هست و چون فکر می همیشه اول آیه چی هست و شماره چند هست در ذهن میمونه و این تمرین ما کمک میکنه تا گفتن آیه چند فلان رو بخون خود به خود میشه اول آیه رو به خاطر آورد و خان. یا اگه مثلا اول آیه رو خواندن گفتن کدوم سوره است و کدام آیه است ما به راحتی اگر تمرین ما مناسب باشه و مرتب باشه میتونیم که پاسخگو باشیم این نکات رو در مورد شما رعایت عزیزان مد نظرشون باشه که اگر کسی میخواد شما رو حفظ بکنه حتما بعد از همون موقعی که شروع کرده حفظ بکنه میشه بعدا هم اضافه کرد اما این خیلی آسان تر و راحت تر خواهد بود و سعی بکنیم در هنگام حفظ هم وقتی که با شما رعایت عزیزان حفظ میکنن ترتیب آیات رو به هم برزن به این معنا که اگر میخوان مثلا یک صفحه رو با شما رو آیفز بکنن نیازی نیست که حتما اول آیه اول صفحه حفظ بشه بعد آیه بعدی حفظ بشه میشه یکی از اول صفحه حفظ کرد میشه که از آخر صفحه حفظ کرد میشه از وسط ها حفظ این به هم ریختن ترتیب در ابتدای حفظ سبب میشه تا انسان مجبور بشه فکر بکنه و چون مجبور میشه فکر بکنه به اول آیات بیشتر دقت میکنه و شما آیات رو دقت میکنه بعدا خود به خود وقتی که صفحه تمام شد و کل آیات رو حفظ کرد و موقع ترتیب مرتب میشه مشکل ایجاد نمیشه برای ترتیب آیات و از این بابت ترسی وجود نداره که انسان به ترسی بگه خب حفظم به هم میریزه وقتی کل آیات سفر رو حفظ کرد موقع حفظش مرتب میشه و تمرین هم که گفتیم حتما باید باشه و سعی بکنن از که با شما رو آیات حفظ میکنن در روزهای اول حفظ در خصوص تکرارهاشون به شکلی باشه که آیات رو از بالا به پایین از پایین به بالا برعکس بخونن مثلا بعضی وقتا در تمرینشون از آخر صفحه بیان به اول صفحه یا از اول صفحه اگه میرن به آخر صفحه یکی در میون بخونن آیات رو یا میتونن کار دیگه ای که انجام بدن یعنی که آیات رو فقط اول آیه رو بخونن مثلا اول آیه رو بیارن آیه چند اولش چی است بعد بعدی 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 یا یعنی اینکه عزیزی از اونها بپرسه بدن مصحف رو دستش و با اون چند صفحه رو کفت کردن ازشون بپرسه آیه چند چی فقط اول آیه کافی هست نیازی نیست کل آیه خوانده بشه برای تمرین شماره آیات نیازی نیست کل آیه تلاوت بشه فقط به اول آیه ما اکتفا میکنیم تا مشخص بشه بعد خود تکرار کل آیه خود به خود اون تمرینی نیست که همیشه برای حفظ ما داریم و تلاوت میکنیم و اون مسئله جداگانه است عزیزان ان این, این موضوعات رو برای شماره آیات مد نظرشون باشه و ان شاء سعی می‌کنیم باز در برنامه در ابتدای برنامه موضوعات دیگری رو هم در موضوعات حفظ اضافه بکنیم با آنچه که گفته شد میان برنامه برمیگردیم بر می با شما عزیزان در آیات دیگری از سوره مبارکه اسرا درس خودمون را آغاز خواهیم کرد از آیه نهم این سوره مبارکه بنوره تصفو الحياه، سار في درب النبي صحب واشراف تقى، قُمُوا إلى الدرب المضي نسمو ونرقى في علاه ونعانق العين. رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمدان هیچ گروهی در خانه از خانه های الله گرد هم نمی آیند و به قرائت قرآن و تعلیم آن مشغول نمی شوند مگر این که آرامش بر آنها فرود می آید و رحمت الهی آنها را در بر می گیرد و ملائک آنها را احاطه می کنند و الله متعال در جمع کسانی که نزد او هستند از آنها بینیکی یاد می کند. شذا. نحيا ونرشف من شذا هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياه نور في الظلمات انسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القران الله شما را از نیکی کردن و رعایت عدالت نسبت به کسانی که در زمین دین با شما نجنگیده اند و شما را از شهر و دیارتان بیرون نرانده اند باز نمی دارد بیگمان الله عدالت پیشگان را دوست دارد الله شما را تنها از دوستی با کسانی باز می‌دارد که در کار دین با شما جنگیده اند و شما را از شهر و دیارتان بیرون اند و به بیرون راندنتان کمک کرده اند و کسانی که با آنان دوستی کنند ستم نور في الظلمات، أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي، القرآن حياتي. بالقرآن نحيا. بالقرآن نحيا. بالقرآن نحيا. إخوتي يا من حفظتم نص دستور السماء رتلوه واحفظوه تسعدوا يا أوفياء رتلوه في قيام الليل دوما بالصفا واجعلوه ديدن القلب ومفتاح الوفا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا, بالقرآن نحيا بعد نحيا بعد سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و سروران در برنامه گذشته به همراه شما عزیزان سوره مبارکه اسرا رو آغاز کردیم سوره ای که اشاره داشت به سفری که رسول الله صلی الله علیه و سلم در مکه مکرمه قبل از هجرت از مسجد الحرام به مسجد الاقصا و از اونجا به بعد به آسمان ها و دیدار الله متعال رفت و بهشت و جهنم رو دید و صحنه هایی که الله متعال برای او نشان داد و سخن گفت با الله متعال فاوحا الی عبده ما اوحا الله متعال در این سوره سوره اسراء برای ما از این معجزه عظیم سخن گفت و در سوره مبارکه نجم بخش دوم معجزه رو که سفر معراج نام داره میبینیم و صحبتش رو تلاوت میکنیم اسرا سفر شبانی رسول صلی الله علیه و سلم با جسم و روح از مسجد الحرام به مسجد است و از اونجا به بعد از مسجد الاقصی به آسمان و بازگشتش سفر معراج نام داره و گفتیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم با جسم و روحشون و نه در یک خواب و نه در یک تخیل این سفر رو انجام دادن و الله متعال این رو یکی از معجزات نامید و واقعا معجزه بود در پاسی از شب الله متعال رسول الله صلی الله علیه و سلم رو برد به مسجد الاقصا و از اونجا به آسمان اول و دوم و سوم و هفتم تا آسمان هفتم رفت و بهشت به و دوزخ رو دید و رفت تا صدرت منتها و هم شد به الله متعال فاصله ای که الان اگر با سریع ترین وسایلی که در اختیار بشر هست کسی بخواد خاطر بکنه شاید میلیون ها سال طول بکشه در جزئی از در جزئی از شب الله مطال پیامبرش رو برد با جسم و روح و بازگردان و این خودش ای یک معجزه عظیم است و معجزه بسیار بزرگی که الله مطال در اون اشاره کرد در این سوره به این معجزه و الله مطال در این سوره سوره مبارکه استرا مسجد الحرام رو به مسجد الاقصا وصل کرد مسجد الحرامی که بانیش ابراهیم علیه السلام است و مسجد الاقصایی هم که ابراهیم علیه السلام او رو بنا کرده بود و اشاره به این بود که مسجد الحرام و مسجد الاقصا هر دو وارثان این دو مسجد عظیم که بانی اونها ابراهیم علیه السلام هست محمد مصطفی علیه السلام و امت او هستند چرا که آنها پرچم داران توحیدند مسجد الحرام و مسجد الاقصا قبله اول مسلمین مسجد الاقصی و قبل دوم مسلمین مسجد الحرام بعد از اون الله متعال اشاره کرد به تاریخ یهود که مدعیان مسجد الاقصی هستند و ادعا میکنند که مسجد الاقصی مال اونهاست و اشاره کرد به تورات و اینکه موسی علیه السلام آورده بود تورات رو تا هدایتی باشه برای مردم اما در او دست بردن و تحریف کردند و الله متعال به همین خاطر بر اونها عذاب هایی نازل کرد و اشاره کرد به دو عذاب و دو ظلم و فسق و بزرگ و فسق بزرگ و ظلم و جنایت عظیمی که از طرف بنی اسرائیل مدعیان اتباع موسی علیه و السلام اتفاق افتاد و سرانجام اونها و تا اینکه الله مطال در آیه هشتم فرمود اگر بازگردید الله مطال شما را خواهد بخشید و این اتم ادنا اگر شما دوباره تکرار کنید اون گناه خود را و اون فسق و فجور خودتون رو سنت الله متعال هم تکرار خواهد شد در آیه نهم الله متعال بعد از اینکه ذکر مسجد الحرام و مسجد الاقصا رو داشت و ذکر بنی اسرائیل و تورات توراتی که بر موسی علیه السلام نازل شد الان دوباره گویی که باز میگرده حکایت به مسجد الحرام و رسول الله صلی الله علیه وسلم و سلم و کتابی که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شد معجزه عظیمی به نام قرآن در آیه نهم الله متعال درباره قرآن صحبت میکنه درباره قرآن عظیمی که برنامه زندگی انسان ها بر روی زمین است در آیه نهم این گونه میخوانیم که الله متعال میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوام و یبشر المؤمنین الذين یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا همانا بدون تردید این قرآن هدایت میکند یهدی هدایتگر است قرآن هدایتگره یهدی هدایت میکند یهدی فعل مزارع است فعلی که دوا حکایت میکنه از استمرار فعل مزارع همیشه استمرار رو در خودش داره حال و آینده رو در بر گیره همیشه این هدایت مستمره قرآن همیشه و برای هر نسلی هدایتگر است این نه در قرآن یهدی للتی با اون راهی که با اون مسیری که هی اون راه و مسیر اقوامو اون راه بهترین است و راه راست است اون راهی که از همه راهها قویتر قوی تر است بهترین ها این قرآن ما رو هدایت میکنه این هذا قرآن یهدی للتی هی اقوام این وصف وصف قرآن یکی از جامعه ترین اوصافی که در قرآن کریم ما نسبت به قرآن کریم ببینیم این هذا القرآن یهدی للتی هی اقوام همان این قرآن رهنمون میکنه ما ما رو راهنمایی میکنه و هدایت میکنه به بهترین و مستقیمترین و مستحکمترین و استوارترین راهها در همه چیز در زندگیمون در اعتقاد اگر بخوایم حساب بکنیم بهترین باور و اعتقاد رو با بهترین روش و اسلوب و استدلال برای ما بیان میکنم در باور توحید بهترین نمونه ها و بهترین مثال ها و بهترین استدلال ها درباره نبوت همین گونه است درباره معاد و روز قیامت همین گونه است بهترین ها رو ما مشاهده می کنیم در قرآن کریم وقتی که قرآن کریم میاد و درباره زندگی دنیوی انسان ها صحبت می کنه و درباره معاملات اونها صحبت میکنه بهترین برنامه ها رو برای زندگی دنیوی انسان برنامه های اقتصادی که قرآن کریم مطرح میکنه و دین مبین اسلام برنامه هایی که درباره کنترل بازار و نحوه تعامل و آنچه که در کتاب های فقهی به نام باب البیوع کتاب بیوع درباره تجارت مطرح میشه بهترین هاست بزرگترین آیه قرآن کریم که آیه 282 دو سوره مبارکه بقره هست یک صفحه کامل میاد بر درباره تجارت صحبت میکنه درباره آداب تجارت صحبت میکنه و در آیات فراوانی ما میبینیم که الله متعال میاد ما رو درباره نحمه تعامل اقتصادی ما درباره رابطه اقتصادی ما با دیگران درباره رابطه اقتصادی مسلمانان با یکدیگر، درباره نظام اقتصادی یک جامعه صحبت میکنه و بهترین برنامه ها رو برای ما مطرح میکنه وقتی که درباره معاشرات میایم و نگاه میکنیم درباره معاشرت خانواده ها با یک دیگر یک فرد با یک فرد از خود فرد با خودش از فرد با همسرش از فرد با پدر و مادرش از فرد با کشاوندانش از فرد با فرزندانش از فرد با جامعه خودش از فرد با کسی که بزرگتر از اوه از فرد با کسی که کوچکتر از اوه از فرد با کسی که به او خدمت کرده از فرد با دوستانش از فرد با دشمنانش از فرد حتی با حیوانات از فرد با درختان و گیاهان از فرد با جامعه محیط اطرافش همه اینها رو میبینیم که به بهترین وجه ممکن بهترین دقیق ترین و استوار ترین برنامه ها رو الله متعال ارائه میده آنچه که درباره نظام خانواده صحبت میکنه درباره حقوق متقابل صحبت میکنه درباره نحوه زندگی مشترک صحبت میکنه درباره ازدواج صحبت میکنه درباره طلاق صحبت میکنه سوره به نام طلاق داریم سوره به نام نساء و زنان داریم و سوره های مختلف در این باب میاد و صحبت میکنه آداب معاشرت رو به ما یاد میده رسول الله صلی الله علیه و سلم میاد تا پایه های اخلاقی جامعه رو کامل بکنه انما با اتطال و من مکارم الاخلاق من مبعوض شدم تا پایه های اخلاقی جامعه رو به کمال برسونم بهترین اخلاق رو ما در قرآن کریم مشاهده میکنیم و الله مطال نمونه رو برای ما معرفی میکنه که الله مطال خودش میفرماید و اینکه لعلا خلق نظیم تو در بالاترین درجه ها و مکارم و پایه های اخلاقی قرار داری در هر بعدی رسول الله صلی الله علیه و سلم که قرآن به برای ما او رو الگو معرفی میکنه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه برای شما بهترین الگو و نمونه رسول الله صلی الله علیه و سلم محمد مصطفی است در تمامی مباحث اخلاقی کامل ترین انسان در روی زمینه در تمامی ابعاد اخلاقی شخصیتش و زندگیش زندگی فردی و اجتماعیش ارتباطش با الله متعال ارتباطش با بندگان ارتباطش با خودش بهترین ها رو ما مشاهده میکنیم بهترین درس اخلاق در قرآن کریم نهفته است در معاشرات وقتی که ما نگاه میکنیم در حیرت میمونه انسان که این کتاب چه برنامه برای ما داره برنامه ای که خودش در اعتدال نه افراد داره و نه تفرید داره یورید الله بکم و ولا یورید بکم العسر الله متعال اراده آسانگری داره و نه اراده سخت کنی یورید الله لیطهرکم الله مطال میخواد انسان ها رو پاک بکنه الله مطال میخواد در این برنامه و این کتاب تا انسان ها در دنیا هم آرامش داشته باشن در دنیا هم به سعادت برسن قبل از آخرت وقتی که نگاه میکنیم درباره آنچه که در عبادات هست نحمه عبادات آنچه که در حکمت هایی که در عبادت ها هست نظمی که در عبادت ها وجود داره حکمت هایی که در انواع و اقسام عبادت ها اماکن عبادی ما فرصت های عبادی ما زمان های عبادت ما وجود داره هر کدوم از اینها برای خودش یک کلاس درسه قرآن کریم این نهای در قرآن یهدی للتی هی اقوام بهترین ها رو برای ما معرفی میکنم امت اسلام اگر پیرو به قرآن باشه به بهترین ها میرسه و تاریخ ثابت کرد وقتی که این قرآن آمد یک نسلی یک قومی که در جهالت در نادانی در دنیا زبان زد بود شد آقای عالم شدن سرداران عالم به دیگران زندگی آموختن به دیگران آزادی دادن به دیگران انسانیت رو بازگردوندن انا بر اینکه خودشون اصلاح شدن در کمتر از 23 سال متحول شدن و دنیا رو متحول کردن و مسیر تاریخ بشر رو عوض کردن کسانی که این قرآن اونها رو عوض کرد کسانی که تا وقتی بر عالم حکمرانی میکردند و پایبند به این کتاب بودن مسلمانان فرزندان کسانی که در صدر اسلام فتوحات داشتند و بعد از اونها کسانی که راه اونها رو پیش رفتن تاریخ شاهد است و گواه است که زمین به مانند اون دوره رو دیگه تجربه نکرد این قرآن ما رو به بهترین ها هدایت میکنه در این با کتاب ها نوشته شده و بحث ها شده همین جزء قرآن کریم این نهدن قرآن یهدی للتی هی اقوام این قرآن به بهترین ها هر چیزی در هر بعدی که صحبت کرده بهترین است از او بهتر وجود نداره افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجد و فیه اختلافا کثیرا در آیه 82 سوره نساء الله متعال این گونه معرفی میکنه که آیا تدبر نمیکنید در این قرآن اگر از جانب غیر الله متعال می بود اختلاف های زیادی در او میدیدید امکان نداشت که بهترین باشه در هر چیز و تاریخ گواه است و تاریخ اعتراف میکنه و حتی دشمنان این کتاب معترفن که این کتاب در هر جزئی که برنامه داده کامل ترین است اگر با انصاف اگر با عدالت نگاه بشه و بدون هیچ گونه پیش زمینه دیگری بدون هیچ گونه کینه ورزی و قرض ورزی دیگری اگر انسان منصفانه بیاد و به پای درس این کتاب بنشینه و دستوراتش میبینه که در هر زمینه بهترین است ان هذا القران يهدي للتي هي این کتاب ما به بهترین راه ها رهنمود میکنم مفسرین ما در شرح این آیه صفحه ها نوشتن علامه در کتاب از البیان فی ایضاح القرآن بر تفسیر معروف به تفسیر شنقیتی حدود پنجاه صفحه فقط در شرح این نیم خط آیه صحبت میکنه و دلایلی رو ذکر میکنه عزیزانی که اهل مطالعات به زبان عربی هستن حتما استفاده خواهند کرد از این شرح وافر و زیبا در خلال این آیه و چرا این گونه نباشه که کتاب الله تعالی است قرآن کریم و دستور زندگی ما این هر قرآن یهدی لیلتی هی اقوام اشاره این آیه بعد از آیاتی که اشاره داشت به موضوع مسجد الاخصا و یهود و ظلم یهود و تجاوز و ستمگری یهود بعد از او متصل الله مطال وقتی که تهدید کرد یهودیان رو اگر دوباره ظلم و ستم رو شما تکرار بکنید و این نام من الله تعالی باز میگردم بعد از اون اشاره به قرآن کریم اشاره به این که این کتاب به بهترین ها رهنمون میکنه گویی اشاره لطیفی به این موضوع هم داره که اگر ای مسلمان ها شما میخواید مسجد الحرام رو بار دیگر به مسجد وصل بکنید شما هم باید بازگردید به کتابتون به قرآن ما در صدر اسلام مسجد رو وقتی این آیات نازل شد ما مسجد الحرام رو هم نداشتیم در اختیارمون چه برسه به مسجد که به دست رومیان آن زمان بود و یهودیان کنجا زندگی میکردن بعد از اون وقتی که پیروان این کتاب به این راه به راهی که هی اقوام بهترین بود و استوارترین بود رفتن طی کردن این مسیر رو مزین شدن به آنچه که این کتاب دستور داده بود مسجد الحرام رو هم به مسجد الاقصا بسل کردن اگر پیامبر در شبی در پاره از شب در اسرا رفت اونها با جهادشون این مسیر رو طی کردن و مسجد اخصار رو فتح کردن الان هم اگر امت بخواد دوباره این تجربه رو تکرار بکنه راهی نیست جز بازگشت به همین که قرآن میفهمد ان هذا قرآن یهدی للتی هی اقوام ذکر این آیه بعد از حکایت تجاوزهای یهود اشاره به این داره که امت امت اسلام وقتی میتونه در برابر یهود و ظلم و جنایت های یهود مقاومت بکنه که متمسک به دینش باشه که قرآن دستور زندگیش باشه که قرآن حکم بکنه بر جامعه اسلامی که حکومت اسلامی یک حکومت قرآنی باشه که حکام ما پیرو قران قرآن باشند پایبند به دستورات قرآن باشن تا سربازان ما تا فرزندان و امت ما بر نگردن تا جامعه ما تا کشورهای ما تا حکومت های ما به قرآن حکم نکنن به طریقی که هی اقوام به این مسیر نرند حکایت ما همون است که بود و این اشاره لطیف در این آیه به ما این رو گوشتد میکنیم تا ان الله لا یغیر ما بقوم حتى غیر ما بانفسهم الا ترى سرنوشت هیچ قومی رو تغییر نمیده تا اون قوم سرنوشت خودشون رو خودشون تغییر ندن تا خودمون رو اصلاح نکنیم تا باز نگردیم به قرآن تا به مانند آنچه که صدر اسلام عمل کردن به قرآن عمل نکنیم تا قرآن همه چیز زندگی ما نباشه برنامه زندگی ما دستور زندگی ما و در تمام ریز و درشت زندگی فردی و اجتماعی ما معاملات ما معاشرات ما ارتباط ما اعتقاد ما و عبادت ما حکم نکنه قرآن کریم ما باز نمی گردیم با نزد و شکوه و ارتباط مسترون حرام و مسترون اخصاب به این راحتی وصل نخواهد شد چرا که ما هر چقدر هر چقدر که از قرآن دور بشیم نصرت الله متعال از ما گرفته خواهد شد و هر چقدر که به قرآن بازگردیم اون عزت و مجد برای ما باز میگرده و بشارت ها برای ما میاد بشارتی که در ادامه این آیه الله متعال از او صحبت میکنه ان هذا القرآن يهدي للتي هي و ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا ان هذا القرآن يهدي للتي ويبشر المؤمنين ان كتاب بشارات میده ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا بشارت إن كتاب برای کی برای کسانی که مؤمنان این أول این کتاب بهترین راه رو استوارترین راه رو نشان میده برای کی و يبشر المؤمنين الذين آيه هر مؤمنی به مجرد اینکه کسی ایمان داشته باشه به این کتاب کافی نه الذين يعملون الصالحات و يبشر الذين يعملون الصالحات بشارت میده این کتاب به کسانی که ایمان دارند و عمل صالح انجام میدن ایمان و عمل صالح بشارت از آن کسانی است که اهل ایمانن و اهل عملن ایمان با عمل اونها صاحب بشارتن بشارت در دنیا قبل از آخرت برای اونها الله مطال بشارت میده و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات بشارت میده مؤمنانی رو که با عملشون تصدیق میکنن ایمانشون رو کسی که ایمان داره ادعا میکنه الله تعالی رو قبول داره اعتقاد به قرآن داره اعتقاد به قیامت داره اما عمل نمیکنه نماز نمیخونه روزه نمیگیره زکات هم پرداخت نمیکنه پایبند حجاب و اخلاق و رابط اخلاقی و این مباحث هم نیست آزاده هر کاری هم که دوست داره انجام میده بعد اسمش هم گذاشته بچه مسلمان مسلمان هم هست امید هم داره که روز قیامت کاملا بره به بهشت امید هم داره که تا دست بلند میکنه و دعا میکنه تمام دعاهاش قبول بشه امید هم داره که در برابر دشمن نصرت تلاه متعال رو داشته باشه فرشتگان و ملائکه بد رو هنین بیان به کمکش هرگز این اتفاق نمیفته و بشرو المؤمنین این کتاب بشارت میده به مؤمنین کسانی که الذین یعملون الصالحات ایمان و عمل صالح دارن کسی که ایمان داره و عمل صالح نداره کسی که ایمان داره اما عمل صالح نداره حالا سوای اینکه آیا میشه اصلا همچین کسی رو مؤمن نامید بله و این به فرض او رو مؤمن هم بنامیم که خیلی ها گفتن کسی که نماز نمیخونه اصلا مؤمن نیست کافره کسی که نماز نمیخونه نمیشه بهش گفت مؤمن بله که بپذیریم بله این که بپذیریم هم آیا باز هم این بشارت شامل حال او خواهد شد نخیر و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا که برای اونها اجر بسیار بزرگ است اجر و پاداش بسیار عظیمی دارند بشارت میده این کتاب به مؤمنین که اگر شما پایبند باشید پیرو قرآن کریم باشید هدایت میکنه شما رو به بهترین راه ها و بهترین مسیر رو شما پیش میبرید و ما یعمل من الصالحات من ذکر او انثى و هو مؤمن که يدخلون الجنه ولا يظلمون نقيرا در سوره مبارکه نساء الله متعال هر کسی که عمل صالح انجام بده چه مرد چه زن مؤمن هم باشه ایمان و عمل صالح پس اونها به بهشت داخل خواهند شد و جنت ولا لا يظلمون به اندازه اون سوراخی که پشت هسته خرما هم هست برای اونها ظلمی نخواهد شد در سوره نهر الله مطال می من عمل صالحا من ذکر او انثا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه ولنجزینهم در دنیا قبل از آخرت برای اونها بهترین زندگی رو میده هر کسی که ایمان و عمل صالح رو با هم داشته باشه چه مردش چه زنش در روی 97 سوره نهر الله متعال میفرماید چه مرد چه زن ایمان عمل صالح داشته باشه در دنیا به او حتما قطعا و یقینا با سه تا زندگی پاک و پاکیزه خواهد داد الله متعال و روز قیامت بهترین عبادت رو به بهترین وجه ممکن پاسخ خواهد داد و پاداش خواهد داد ایمان و عمل صالح همه جای قرآن وقتی که نگاه میکنیم ایمان عمل صالح ایمان عمل صالح هیچ جا ایمان به تنهایی نیست من الله متعال رو دوست دارم آقا دلت پاک باشه ما که خدا رو دوست داریم ما خدا که به نماز ما نیازی نداره چی حالا من روزه بگیرم که چی بشه من خدا رو من عاشق خدا هستم من به خدا عشق می‌ورزم این تعبیری که زیاد خیلی استفاده می‌کنن آقا دلت پاک باشه مهم نیست حالا نماز بخونی یا نخونی خدا به چیزا نیازی نداره حالا روسری باشی یا نباشه الله خوش قشنگ الله خودش زیبایی ها رو دوست داره این توجیهات شیطانی این مساوس شیطانی این خزعبلات با عرض از این تعبیر کسانی که اونها رو شیطان فریب داده و فکر میکنن که به خیال خودشون اونها الله متعال رو دوست دارن چون این ایمانی قابل قبول نیست اصلا ایمان نیست که بشه اسمش رو ایمان گذاشته اصلا اسمش ایمان نیست چه برسه که حالا بخوایم این رو در ترازوی قرار بدیم که آیا این ایمان قابل ارزش هست یا نه اینها فقط یک وسوسه و فریب شیطانی بیشتر نیست هر کسی که ایمان داره اگر عمل صالح انجام نده این ایمان به دردش نمیخوره ایمان و عمل صالح این شرطه ایمان عمل صالح کسی که ایمان داره باید کار کنه باید با عمل خودش ثابت بکنه باید ثابت بکنه امروز اگر کسی بره در اداره ثبت نام بکنه به انتظار داشته باشه که پایان ماه از اون اداره حقوق بگیره و در طول ما اصلا به اداره نمیره کار هم نمیکنه عمل هم نمیکنه نه به ساعت کاری اداره پایبنده بنده نه به کارهاش پایبنده آخر ماه منتظره که حقوق چی رو بگیره اینو کی کارمندی این نداره حساب میکنه کدوم مدیری قبولش میکنه به عنوان کارمندی نداره ان الذين و وعملوا الصالحات تعابیر مختلف در قرآن کریم ایمان و عمل صالح بشارت برای کسانی است و یبشر المؤمنین الذين يعملون الصالحات ایمان و عمل صالح داشته باشند الله متعال میفهمد اونها رو بشارت میدم و یبشر المؤمنین الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا برای اونها اجر و پاداش بزرگی است اما کسانی که عمل نمی کنند و ایمان نمیارن برای این کتاب سرنوشت اونها چیست اونها وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ما كسان كيمان ندرا بقيامات وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أما أنا كيمان بآخرات أعتدنا لهم عذابا أليما براي أنها آمادة شد أزابي بسيار دار ناك وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ما ایمان ندارن به روز آخرت الله مطال برای اونها آماده کرده میفرماید الله مطال احتدنا آماده ساختم من الله با عظمت لهم عذابا علیما برای اونها عذاب بسیار دردناک کسانی که ایمان به آخرت ندارن کلمه آخرت در این آیه ذکر میشه ذکر آخرت نشانه به این داره که یکی از مواردی که بسیار مهمه در ایمان و شوق به عمل ایمان به آخرت هرچقدر انسان ایمانش به آخرت قوی باشه به حساب کتاب آخرت و جنت و دوزخ به همون اندازه عمل صالحش رشد میکنه و تقویت میشه و ایمان به آخرت انقدر مهمه که الله مطال اینجا از بین تمام ارکان ایمان این موضوع رو ذکر میکنم و ان الذين لا يؤمنون بالاخره کسانی که اعتقاد به آخرت ندارن کسی که به آخرت اعتقاد نداره دیگه از این انسان هر گناهی توقع میره که انجام بده دیگه این انسان هیچ ترسی نداره برای گناه کردن به هیچ نیازی نمیبینه برای عبادت کردن چون نه امید به جنت داره و نه ترسی از دوزخ داره و نه اعتقاد باوری برای حساب کتاب در روز قیامت دیگه کی میتونه که جلوی شهبت و حب قدرت و غرور و تکبر این فرد رو بگیره هر کاری دلش بخواد میکنه قانونش میشه قانون جنگن و این انسان به مانند حیوانی برای دست یافتن به اهداف خودش به هر سوی هر جوری که بخواد حرکت میکنه و ان الذين لا یؤمنون بالاخره اعتدنا لهم عذابا الیما برای کسانی که اعتقادی به آخرت ندارن عذاب بسیار دردناکی آماده شده دی کسانی که اعتقاد به آخرت ندارن وقتی که این صحبت ها به اونها گفته میشه مسخره میکنن تمسخر میکنن در زمان نزول این آیه و بعد از اون و تا قیام قیامت کسانی هستند که مسخره میکنن وقتی که میشنون و وقتی که بعدی عذاب به اونها داده میشه که دوزخی هست که حساب و کتابی است که بترسید تمسخر میکنن و از روی تمسخر احیانا طلب عذاب هم میکنن که اگر این واقعا راسته بگو آقا خدای خودت رو که بر ما عذاب نازل کنه این اتفاق با قوم با صالح علیه السلام قوم سمود افتاد با هود علیه السلام این اتفاق تکرار شد و با نوح علیه السلام و رسول الله صلی الله علیه و هم وقتی که در سوره انفال میخوانیم که مشرکان گفتن و قال اللهم این کان هذا ربنا این کان هذا هو الحق من عندك اگر واقعا مشرکی به نام نظر ابن حارث در مکه مکرمه این گونه دعا کرد اگر واقعا خدایا این چی که آن چی که محمد میگه حق از جانب تو و این قرآن فامتر علینا حجارت من السماء او اتنا به از آسمان بر سر ما سنگ به بارون یا عذاب بسیار دردناکی رو برای ما بفرست از روی تمسخر و از روی مسخره کردن امروز هم این گونه هست یه میگن آقا بگذار بیاد این عذاب بذار بریم دوزخ ببینیم چی میشه اینها انسانهایی هستند که برای عذاب هم دعا میکنن تو الله تعالی اونها رو عذاب بکنه ادای مطال از اینها در آیه بعد سخن میگه و یا دعال انسانو به شر بالخیر و دعا میکنه انسان به شر همون جوری که به خیر دعا میکنه انسان هایی که شر میخوان انسان هایی که برای شر دعا میکنن همون گونه ای که برای خیر دعا میکنن و کن انسان و عجوله و سبب کار اینها چیه؟ انسان ذاتش اینجوریه و کان الانسان عجولا انسان عجول است عجله میکنه خیلی زود تصمیم میگیره انسان هایی که عجله میکنن از روی غرور و تکبر حرفی میزنن که بعدا پشیمان میشن دعای شر کردن انسان و اول انسان به شر او به خیر. احیانا انسان برای خودش دعای شر میکنه یا برای اطرافیانش دعای شر میکنه چه بسا مادری برای فرزندش دعای شر میکنه پدری برای فرزندش دعای شر میکنه خدا تو رو بکشه بری بیرون بیه بر نگردی از خونه بری بیرون زیر تریلی بری من به ازای تو بشینم خدا دیگه قیافه تو رو من نشون نده خیلی از این تعابیری که متاسفانه ما میشنویم و رسول الله صلی الله علیه و سلم شدیدن ما رو من کرده و رحمت الله متعال سبب حال ما میشه که این دعاها رو قبول نمیکنه ولو یعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لا يا اليهم اجلهم الله متعال میفرماید اگر الله متعال آنچه که مردم در شر طلب میکنند و عجله دارن برای فرا رسیدنش اونها رو قبول میکرد مرگ خیلی از اینها به فرا میرسید و خیلی از اونها علاق می دعای شر کردن این یک نمونه از دعاهای شر هست انسان دعا میکنه برای دیگران یا برای خودش خدای منو بکش این دعا دعای شر خدای من را راحت بکن من از بین یا اینکه انسان احیانا در معصیت دعا میکنه دعا میکنه که خدای فنانی رو از بین ببر یک انسان سالم یک انسان متقی خدای اجازه بده خود رو دوست بلند میکنه خدای من رو در این دزدی امشب موفق بکن یک دی میرن میرقصن و یک دی از کسانی که خودشون رو آرایش میکنن لخت و اوریان میکنن زنانی که اینها آری دست شیطانن بعد میخوان برن برخصن قبل از اینکه برخصن دعا میکنن از مردم میخوان دعا بکنید که میشم من برای این رقصم موفق باشم در فسق و فجور دوست وقتی میخواد بره دزدی بکنه بعد میاد طلب دعا میکنه که من میخوام برم دعا میخوام برم دزدی بکنم دعا بکنید که من موفق باشم یا انسانی دعا میکنه از الله مطال میخواد که در یک رابطه حرامی که با یک انسان دیگری داره مردی با زنی زنی با مردی دختر و پسری با هم رابطه نامشروعی دارن خلاف شر مخفیانه و پنهانی از دیگران و یا آشکارا دعا, دعا میکنه دعا میکنه که در این رابطه موفق باشه دعا میکنه از الله مطال میخواد که الله مطال به این توفیق بده تا این رابطه را امتداد بده از الله مطال میخواد تا برای این فرصتی فراهم بکنه تا به کامش برسه در یک رابطه حرام همه اینها مصادیق دعای شرن دعایی که شره دعایی که در گناه هست دعایی که در فسق و فجور هست و یا تو الانسان بالشر دعاءه خیر. بعضی از انسان ها که دعا میکنن در شر و اینها عجولن اینها جاهلن و نادانن و از روی جهل و نادانی و طبیعت عجول بودن انسان اینها سبب میشه کمچین همچین دعاهایی بکنن و الله مطال دعا اینها رو قبول نمی کن. و اگر الله مطال دعای اینها رو قبول بکنه هلاک میشن و از بین میرن و یدعو الانسان به شر بالخیر و کان انسان عجول انسان عجول است الله متعال انسان رو خلق کرده و این در سرشتش هست انسان عجول است همه انسان ها طبیعت انسان این است اما باید مقداری بیاندشه و تفکر بکنه و دوربر خودش رو ببینه و خوب و بد خودش رو تشخیص بده و انسان نباید این گونه باشه نباید به حدی در گناه و معصیت غرق بشه که دعای به شر بکنه تمسخر بکنه بعده های الله متعال رو تمسخر بکنه دین رو و اعتقاد رو و از اللهی که خالق آسمان ها و زمین است از اون اللهی که شب و روز رو آفریده از او بخواد تا برای او عذاب نازل بکنه و در شر او رو یاری بکنه فراموش نکنه شبی رو که در او زندگی میکنه مال الله هست و روزی رو که در روز زندگی میکنه مال الله هست و هر آنچه که در شب روز اتفاق میفته همه نعمت الله تعالی است و جعلنا اللیل و النهار آیتین الله متعال اشاره میکنه به نعمت های بعد از اینکه به نعمت های معنوی اشاره کرد که قرآن بود و هدایتی که قرآن برای ما میاره به نعمت های مادی اشاره میفرماید و جعلنا اللیل و النهار آیتین و من الله با عظمت قرار دادم شب و روز رو دو نشانه و دو آیت فمحونا آیت اللیل پس من الله با عظمت محو کردم و تاریک گرداندم نشانه شب نشانه شب تاریکی است و جعلنا آیت النهار مبصراتن و قرار دادم من الله با عظمت نشانه روز را روشنایی سبب روشنی این برداشت از این آیه است برداشت دیگری که مفسرین معاصر ما از این آیه کردن فمحون آیت اللیل برخی از مفسرین قدیم هم قدما هم از متأخرین و متقدمین در این اتفاق نظر دارن برخی این گونه ترجمه کردن فمحون آیت اللیل من الله با عظمت خاموش کردم نشانه شب رو آیت اللیل رو مراد ماه گرفتن نشانه شب ماه هست و آیت نهار خورشید فمحونا آیت لیلی من الله بازمت ماه رو خاموش فخلق کردم و جعلنا آیت النهار مبصراتا و نشانه روز که خورشید هست او رو منور آفریدم این اشاره به این داره که الله مطال در خلال این آیه برای ما میفهماند که نور خورشید از خودش هست و نور ماه از خودش نیست و میدونیم که نور ماه ماه خودش به ذات خودش نور نداره نوری که ما از ماه میبینیم انعکاس نور خورشید بر روی ماه هست که منعکس میشه به سمت ما میاد وگرنه نه ماه خودش به ذات خودش نور نداره و اگر نور میداشت دیگه این هلال به وقت هلال مانند نمیشد و همیشه پیوسته روشن بود و به یک شکل ما میدیدیمش چون تمامش نور داشت اما به خاطر اینکه زاویه های مختلف قرار گرفتنش در برابر نور خورشید متفاوت هست ما هلال های مختلفی از ماه رو میبینیم که این خودش دلالت بر این داره که ماه از خودش نور نداره و یک سیاره است و خورشید یک ستاره است آنچه که در علم نجوم معرفی میشه که ستاره رو به جرمی آسمانی که خودش از خودش نور داره معرفی میکنیم و سیاره رو جرمی که نور نداره الله متعال میفهمد فمحونا آیت اللیلی من خاموش خلق کردم تاریک خلق کردم ماه رو خودش از خودش نور نداره و جعل آیت النهار مبصراتا من نشانه روز رو روشن, روشن آفریدم مبصراتا آنچه که سبب روشنایی میشه مبصرا آنچه که سبب روشنایی میشه نشانه شب ماه هست و تاریک از خودش نور نداره باستاب میده نور خورشید رو و نشانه روز سبب روشنایی است و نور میده فجعلنا ايه الليل فجعلنا ايه الليل فمحونا ايه الليل وجعلنا ايه النهار مبصره لِتَبْتَغُوا فضلا من ربكم الا تعمل فمات شب روز رو خلق کردم با تفاوتی که در ساعت های شب و روز در طول سال هست و با تفاوتی که در فضای شب روز هست شبی که تاریک است تا انسان استراحت بکند وجعلنا الليل لتسكنوا فيه علیه مطال می شب رو قرار دارم تا شما در او آسایش داشته باشید تا در شب استراحت بکنید و روز رو قرار داده تا انسان فعالیت بکنه روز روشن تا انسان ببینه و راحت فعالیت بکنه و شب تاریک فرصتی است برای استراحت کردن فمحونا آیه اللیل وجعلنا آیه النهار منبصرا لتبتغوا فضلا من ربکم تا دست یابید به فضل الله متعال تو از فضل الله متعال استفاده بکنید در قرار دادن نعمت شب و روز و آنچه که برای شما خلق کرده در نظم کائنات و ایجاد شب و روز و خلق خورشید و ماه ولی تعلم و سنین و الحساب و تا بدانید عدد سالها رو سنین یعنی سالها و الحساب و حساب کتابتون دستتون باشه تا تعداد ماها، تعداد سالها و حساب و کتاب روزها رو داشته باشید که امروز چه روزی از کدام ماه و از کدام سال است تا تاریختون رو بتونید مرتب بکنید تا قرارهای خودتون رو مرتب بکنید تا زندگیتون رو مستقر رو مرتب بکنید بر اساس تاریخ تقویمی که شما درست میکنید از تفاوت شب و روز و از ماه و خورشید و کل شئ فصلناه و تفصیلا و هر چیزی رو من الله با عظمت به تفصیل قرار دادم و خلق کردم و شرح دادم خلقت آسمان و زمین با یک نظم عجیب و تفاصیل و جزئیاتی که وجود داره همه نشان از عظمت الله تعالی است و قدرت الله تعالی است و اینکه الله متعال همه اینها رو خلق کرده تا انسان از این نعمت ها استفاده بکنه تا انسان بتونه زندگی خودش رو نظم بده تا انسان برای اون هدفی که خلق شده از این فرصت ها استفاده بکنه و ما خلق الجن جن الا لیعبدون و خلق نشدیم مگر برای عبادت و الله مطال می من خلق نکردم جنها و انسان ها رو مگر برای اینکه عبادت من رو انجام بدن و یک روزی این روزها و شبها برای ما انسان ها به پایان خواهد رسید و یکی از این روزها آخرین روز و یکی از این شبها آخرین شب زندگی ما خواهد بود و منتقل خواهیم شد به دنیای دیگر و عالم دیگر و در آن روز به حساب و کتاب آنچه که در این شبها و این روزها انجام دادیم و در آن روز در مقابل نعمت مادی الله متعال که به ما داده و در مقابل نعمت معنوی که قرآن است و ما رو هدایت میکنه به بهترین راه باید پاسخ بدیم یک نعمتی به نام قرآن به ما داده شد و نعمت دیگری به نام دنیا و این نعمت ها رو الله متا نعمت های معنوی و مادی رو در اختیار ما قرار داده تا لیبلو ایکم احسن و عملا تا ما رو آزمایش بکنه که کدوم یکی از شما بهتر عمل میکنید و روز قیامت روز حساب و کتاب است اون روزی که و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه اون روزی که هر انسانی رو و کل انسانی الزمناه طائره في عنقه اون روزی که انسان ملازم قرار میگیره براش همراهش هست پیوسته او رو همراهی میکنه طائره او پرونده اعمالش عبادتهاش آنچه که نصیبش بوده از کارها در دنیا طائره او عمله و. طائر اینجا به معنای نصیب انسان از عمل و عبادتها و کارهایی که کرده فی عنقه طائر اره... الزمناه طائره فی عنقه ملازم گرداندم من الله بعض من ملازم میگردانم عمل او رو و نصیبش رو از عمل در دنیا فی عنقه در گردنش طائره ارهو... طائر به معنای پرنده هم استفاده میشه در لغت عرب و معنی ای که اینجا مراد هست اینجا مراد قسمت و نصیب است اون بهرهی شخص از عملی که کرده و عملش طائر در قدیم در بین عرب رست بود وقتی که میخواستن کاری رو انجام بدن میومدن بخت آزمایی میکردن قسمت و نصیبشون رو میخواستن بسنجن مرغی رو پرنده رو طائری رو میانداختن اگر سمت راست میرفت یا سمت چپ میرفت بر اساس مسیری که اون میرفت اینها دیگه بختشون رو امتحان میکردن اگر راست میرف کاری انجام میخواستن بدن انجام میدادن اگر چپ میرف انجام نمیدادن میگفتن اینجا بهره ما نیست نصیبی نداریم و قسمت ما نیست که اینجا بریم و بعدها این تعبیر کلمه طائر برای بهره و قسمت و نصیب هم اطلاق شد و استفاده شد اینجا مراد طائر اون عمل است و الزمناه و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه هر انسانی روز قیامت پرونده اعمالش کارهایی که کرده عملش در دنیا و قسمتی که از عمل در دنیا داشته و بهره و نصیبی که از عمل در دنیا داشته این ملازم اوست همیشه با او هست لازمشه ملت... چسبیده بهش ولیش نمیکنه. فی اونوقه به گردنش هست باید پاسخ بده این کارهایی که کرده به گردنش نوشته شده آویزان هست پرونده اعمالش رو به همراه خودش داره و کل انسان الزم طائره طائرهو فی اونوقه و نخرج له يوم القيامة كتابا و من الله با عزمت برای او خارج میکنم روز قیامت کتابی که یلقاه منشورا او رو خواهد یافت باز شده و بوشوده شده یک کتابی یک کتابی نوشته شده از کتاب آنچه که در او نوشته شده روز قیامت کتابی رو میارن میدن به شخص باز شده یلقاه منشورا این کتاب منشور از نشر گرفته شده یعنی باز شدن یعنی پخش شدن اینجا یعنی مبسوط یعنی کتابی که به تفصیل درش همه چی نوشته شده و همه چیش مشخص است باز کتابی نیست که قفل باشه و مشخص نباشه هر چیز چیزی که در روز این کتاب نامه اعمال هر انسان است این کتاب آرشی به زندگی فرد از اول تا آخر همه چیز ضبط شده درش و همه چی نوشته شده و جای این هم وجود نداره پرونده اعمال انسان هست که به دستش داده میشه و بعد از اینکه به او داده میشه یلقاه و منشورا انسان پرونده و کتاب اعمال خودش رو باز میابد باز یافتن وقتی انسان کتابی رو باز میبینه یعنی که باید بخونتش یعنی که باید مطالعه بکنه این رو بعد بهش گفته خواهد شد که اقرا کتابک کفا و الیوم که حسیبا بعد از این آیه کتابک بخوان کتابت رو این کتابی که مال شماست بخوانش اقرا کتابک کتابت رو پرونده اعمالت رو بخون کف به نفس که کافی که امروز نفس شما کف به نفس کلیوم کافی است که نفس شما امروز علیه که حسیبا بر علیه شما حساب میکنن امروز نفس خودت قاضی خودت این پرونده اعمالت و آنچه که در دنیا انجام دادی بخوان اقرا کتابک کتابت رو بخون به هر کسی قدرت خواندن داده میشه چه خواندن در دنیا بلد بوده و یا بلد نبوده هر کسی در اون لحظه قدرت خواندن داره و میتونه که بخونن اون کتابش رو پرونده اعمالش رو که به صورت کتابی به او داده میشه یا به دست راستش یا به دست چپش یک عده رو از رو به رو میان و نامه اعمالش رو به دست راستش میدن و این کتاب رو و یک عده رو از پشت سر میان و دراز میکنن تا با دست چپ بگیرن فا اما من اوت یک او بیمینه اما کسی که کتابش داده میشه به دست راستش فسوف یحاسب و حساب یسیرا این انسان این خوش نصیب این خوشبخت و سعادت من یک حساب بسیار ساده ای داره و ینقلب و اهله مسرورا بعد باز میگرده پیش اهلش پیش دوستان و خانوادهش شاداب مسرورا مسروره ندا میکنه ها امقره او کتابیه بیایید بخونید پرونده اعمال منو این نامه منو سند قبولی منو که من قبول شدم به کجا به جنت این حکایت کسانیه که نامه اعمالشون به دست راستشون داده میشه و اما من اوتی کتابه بشماله امون کسی که نامه از پشت سر به دست چپش داده میشه و این کتابی که الان باید بخونه و خودش قاضی خودش باشه و اما من اوتی کتابه بشماله فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیه کاش که اصلا این کتاب به من داده نمیشد ولم ادر ما حسابیه اصلا حساب خودم رو نمیفهمیدم یا لیتها کانت قاضیه کاش من هلاک میشدم و مرگ من رو از من میبرد اون روز دیگه جای این هم نیست الیوم نختم علی افواههم و تکلمون ایدیهم و تشهد ارجلهم بیمکن و یک سیبون. اون روز من الله با من مهر میزنم بر دهان اونها و سخن به سخن میارم دست اونها رو و شهادت خواهد داد بر اونها پاهای اونها دیگه نمیتونن به آنچه که انجام دادن نمیتونن که انکار بکنن وقتی که زبان بخواد انکار بکنه پوست بدن هم سخن میگه دست سخن میگه پا سخن میگه و قالوا لجلودهم لم شهدتم علينا میگن که چه شده شما رو زبون به دست و پا میگه به پوست بدن میگه چی شده شما رو که دارید شهادت میدید بر علیه خودتون و بر علیه ما لم شهدتم علینا چرا بر علیه ما شهادت میدید بر علیه خودم دارید شهادت میدید قالوا انتقنا الله الذي انطق كل شيء ما رو اون ذاتی به سخن آورده همه چیز رو به سخن آورد و هو خلقکم اول مره و اون ذاتی است که شما رو اول بار خلق کرد و الیه ترجعون به سوی او باز میگردید و بازگشتید این حکایت اون روز است اقرا کتابک بعد گفته میشه که بخوان کتابت رو بخون اون روزی که اون روزی که مجرمین وقتی که میبینن میگن که یا نه ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا احصاها این چه ذره ذري کوچیک و بزرگ اتفاق نیفتاده مگر این كه نوشته شده فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ذري كار بد كرده باشه ذري كار نيك كرده باشه هر دو رو ميبينه ذري همه چي ثبت میشه از اول تا آخر کرام الکاتبین کوتاهی نکردن همه چیز رو نوشتن اقرا کتابک اون روز نامه داده میشه به دست من به دست توی مخاطب به دست هر کسی که در روی این زمین زندگی خواهد کرد و یا زندگی کرده و این کتابی به او داده میشه و بهش میگن بخوان بخوان این کتاب رو ما الان داریم می نویسیم این کتاب رو خود ما داریم پر میکنیم و بترسیم از اون روزی که باید بخوانیم و نمیتونیم انکارش کنیم جایی برای انکار نمانده و زبان ما مهر خواهد زده خواهد شد و دست شهادت میده همین دستی که امروز گناه میکنه همین چشمی که امروز گناه میکنه و همین پایی که به سمت گناه میره و همین بدنی که از گناه لذت میبره و با گناه تغذیه میشه ذره ذره و سلول سلول بدن به سخن میاد و شهادت میده و همه اینها ضبط میشه فیلم زندگی ما رو خود ما داریم بازی میکنیم و اون روز قضاوت خواهد شد اقرا کتابک بخون کتابت رو کفا به نفسی کلی و معلی که حسیبا امروز همینقدر کافیه که خودت قاضی خودت باش چه دادگاه عادلانه ای و ترسش هم از همینه انسان از این میترسه که عدالت این دادگاه پای گناهکاران رو میلرزونه کفا به نفس کلیه و که حسیبه خودت قاضی خودت باش بخون و قضاوت کن کفا به نفس کلیه و که حسیبه. خیلی عادلانه است که انسان خودش قاضی خودش باشه اما سختیش اینجاست که نمیشه چیزی رو انکار کرد و سختیش اینجاست که هیچ ذره کوچیک و بزرگی مخفی نمونده همه چی آشکاره جز اعتراف فرصتی باقی نمیمونه و اونجا دیگه مذرت خواهی هم فایده نخواهد داشت نه مذرت خواهی نه کسی به درد انسان میخوره و نه قرار از این پرونده چیزی پاک بشه الان فرصت هست برای پاک کردن این پرونده الان فرصت هست برای تغییر فمن و عمل عملا صالحا فاولائی که الله سیئاتهم حسنات کسانی که توبه میکنن عمل صالح انجام میدن الله متعال تمام بدی ها رو تبدیل به نیکی ها میکنه در همین کتاب اما اون لحظه دیگه فرصتی برای پاک کردن نیست الان میشه پاکش کرد الان میشه جاش و چیزای دیگری بهتر نوشت الان میشه عبادت انجام داد توبه کرد استغفار کرد میشه پاکش کرد میشه فرمتش کرد از اول نوشتهش اما اونجا دیگه فرصت نیست اونجا دیگه فرصت نیست اگر پلیسی وارد خونه کسی شد و اطلاعاتی رو که در دستگاهش بود از بین نبرده بود اون موقع دیگه باید پاسخ با بده اگه پاک کرده بود و از بین برده بود دستش بهش نرسید دیگه راحت مثال الله تعالی خیلی بالاتر از اینه اما یک فرصت پاک کردن به ما داده در این دنیا فرصت توبه داده به ما در این دنیا فرصت بازگشت به ما داده در این دنیا که رو پاک بکنیم گناهان خودمون رو پاک بکنیم پیش الله تعالی همه چی محفوظ اما هرگز الله تعالی بنده ای رو که توبه کرده و بازگشته و انسان صالحی بوده و به پیش الله تعالی اشک ریخته به خاطر اون چی که انجام داده در گناهان گذشته روز قیامت دوباره به نمی نمیکشه این از الله متعال بعید است و به دور است از صفات کمال الله متعال که بنده خودش رو شرمنده کنه به خاطر گناهی که توبه کرده از اون و معذرت خواسته و الله مطال اون گناهش رو بخشیده اما این فرصت فقط تا قبل مرگ است اون روز اقرا که کفا به نفس کل یوم علیک حسیبه من احتده فا این نمه لنفسه اگر کسی هدایت شد برای خودش این کار رو کرده در این دنیا فرصت برای هدایت هست من احتده فا این نمه لنفسه و من ظل فا این نمه عليها. هر کسی که گناه بکنه و گمراه بشه خودش رو گمراه کرده نفس خودش رو این تعبیر رو در قرآن کریم بارها با تعابیر مختلف این معنا رو داریم و الیس للانسان الا ما سعى انسان آنچه که سعی میکنه رو به دست میاره این احسنتم احسنتم لانفسکم در, هم در همین سوره هم داشتیم آیه هفت نیکی بکنید به خودتون کردید و این پله بدی, بدی بکنید باز هم به خودتون کردید فمن ابصر فلی نفسه و من عمی فعلیها کسی که چشم باز میکنه حقایق رو میبینه به خودش خیر کرده و کسی که چشم میبنده و خودش رو به کوری میزنه باز هم بر علیه خودش کار کرده لها ما کسبت و لکم کسبت و برای هر نفسی آنچه که کسب میکنه برای خودش کسب کرده و آنچه که بدی میکنه بر علیه خودش کرده این تعابیر رو ما در جای جای قرآن کریم میبینیم که انسان خودشه و خودش و عملش اگر کار خوب کرد به خودش کرده و اگر بد کرد به خودش کرده باز ولا تزیر و وزر اخرا و حمل نمیکنه هیچ حمل کننده ای حمل کسی دیگری و حمل نمیکنه هیچ گناهکاری گناه, گناه کسی دیگری رو وزر یعنی حمل یعنی سنگینی وزن ولا تزر حمل نمیکنه وازرتون کسی که صاحب حمل و سنگینی هست وزر اخرى حمل کسی دیگری یکی از معانی وزر اثم هست گناه گناه چون سنگینی میکنه روی دوش انسان وزنه یه که باید تحملش بکن وزر یعنی حمل وزیر به خاطر به پادشاه وزیر پادشاه گفته میشه به دوربری های پادشاه مثلا وزیر فلانی هست وزیر به کسی میگن که یک بخشی از مشکلات رو حمل میکنه به دوش میگیره حمل میکنه مشکلات پادشاه رو مشکلات حکومت رو بهش میگن وزیر حمل کننده ای مشکلات ولا تزیر و وزیرتون وزیر اخرى کسی حمل نمیکنه حمل کسی دیگری رو گناه یک بار است بعد انسان حملش بکنه یکی از معانی وزر اثم است یعنی گناه چون حمله دستوری مبارکه فاتر شبیه همین تعبیر رو ما داریم ولا تزیر و وزیرت و وزر اخرى این همین تعبیره و کسی گناه کسی دیگری رو حمله میکنه و این تدع و مثقلتون الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا و اگر صاحب حمل اونجا کلمه حمل کاملا تعبیر تفسیر این آیه است اگر کسی که صاحب حمله خودش گناه داره باری داره کس دیگری رو صدا بکنه تا بیاد که اون هم صاحب حمله و گناه داره که گناه ای رو هم کنه هرگز این کارو نمی کنه و هر کس هر چند هم که از نزدیکانش باشه اگر انسان روز قیامت بخواد از کسی که بیا گناهان منو ببر کی میاد این کارو بکنه کی میاد گناهان انسان رو برداره به دوش خودش بگذاره و او پاسخگو باشه هرگز این کارو نمی کنه ولا تزر و وزر اخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا و من الله با عظمت عذاب نمی کنم. عذاب کننده نیستم حتی نبعث رسولا تا بفرستم پیامبری رو الله منطال می من. من هیچ قومی رو تا به اون قوم حجت تمام نشه عذاب نمی و ما کنن معذبین حتی نبعث رسولا من الله با عظمت این گونه نبودم که عذاب بکنم قومی رو قبل از اینکه حجت بر اونها تمام بشه رسول من پیش اونها بره رسولم مبشرین و منذرین لالا يكون للناس على الله حجتون بعد الرسل رسولانی بشارت دهنده و بیم دهنده به سوی بشر فرستاده شدن تا نباشد برای مردم بعد از ارسال رسول حجتی بر الله متان لئلا يكون للناس على يعني الضي حجة بعد الرسل وإن من أمة إلا خلفها فيها نظير استشار فاطر الله مطار مفهمت وهيج أمة نبود مجر إن كدر أو كسي رفتك ونهار انزار بد تسول نحلم مخاني ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً در هر امتي من الله بزمات؟ پاين فلسطين وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم هر پاين باري بزبان قوم خودش رفته ونهار بيمده, بيمده. وقتی که الله متعال برای قومی حجت رو تمام نکنه عذاب نمیکنه اونها رو. و در روز قیامت هم از آیاتی که در باره عذاب دوزخ هست این گونه برمیاد واسه این قلده اینا و جهنم از دسته دسته کفار میرن سوی دوزخ حتی ایده جا اوها فتیحت وقتی که میرسن درهاش باز میشه و قال الله هم خزنت دوزخ میگن علم یعتی کم رسولم آیا پیامبرانی از شما نیومدن یا ترون علیکم آیات ربکم و ینظرونکم لقاء یومکم هذا آیات الوه مطار رو بر شما بخوانند و شما را از این روز بین بدن قالو بله میگن بله آمدند در سوره مرک مطار میفرماید کلما القیا فیها فوج هر وقت در گروه دوزخ گروهی می میفتند سأله هم نگهبانان نگه بانان دوزخ میفرمسن الامی اتیکم ندیر آیا نیومد کسی شما رو پند بده قالوا بله گفتن بله اما ما تکذیب کردیم گفتیم علیه مطار کسی رو پیانبر نفرست مجموعه این آیات و آیات فراوان دیگری که در این باب هست اشاره به این داره که الله مطال هر کسی رو که وارد دوزخ میکنه بر او اتمام حجت شده میفرسته به دوزخ کسی رو که بر او اتمام حجت نشده عذاب نمیکنه و ما کن معذبین حتی نبعث رسوله من علای عظمت تا پیامبری نفرستم و رسالت نرسه و بیم داده نشه عذاب نمی و روز قیامت علای مطال می همه کفاری که وارد دوزخ می شن و کافر حتما دوزخ میرن همه اونها اعتراف دارن که پیامبران آمدن و رسالت ما رسید اما آیا معنای نرسیدن حجت این هست که کسی الان باید حتما برای هر نفر یک پیغمبری بره نه همین که الان اسم اسلام در دنیای ما منتشر است و میدانند که اسلامی هست میدانند که مسجدی هست میدانند که ادهی که حتی عیسی و موسی پیامبرانی بودن کتاب های آسمانی است این حجت تمام شده است نیازی نیست که هر فردی یکی یکی پیامبر بره بهشون برسه بر هر نفر یک پیامبری بیاد حجت تمام شده است مگه برای اون کسانی که واقعا نه نامی شنیدن از پیامبری و خبری داشتن از پیامبری و نه خبری داشتن از کتاب آسمانی در نسل‌های گذشته و این تصور در زمانه ما با این ارتباطات و وسایلی که الان وجود داره منتفی است اما در های گذشته شاید این اتفاق افتاده باشه و الله متعال در آیاتی اشاره میکنه به زمانهایی یا اهل کتاب قد جاءکم رسول و لکم علی فترة من الرسل در فاصله‌ای که انقطاع پیامبرانی بوده بر شما پیامبری آمده تا به شما اطلاع بده شاید ای که به نام اهل فتره نامیده میشن اگر واقعا کسی به او دلیل نرسید و پیامبری هیچ دعوت پیامبری به او نرسیده و نامی از پیامبری و کتاب آسمانی نشنیده و از دنیا رفته قول راجه در این باب این هست اونها در روز قیامت الله مطال اونها رو قبل از قبل از اینکه حکم نهایی برای دوزخ و به صادر بشه امتحانی که خودش میدونه انجام میده در روایت صحیح رسول صلی الله علیه و سلم به این موضوع اشاره شده و بر اساس پاسخی که بون امتحان خواهند داد با اونها معامله خواهند شد و حتی ابن کثیر علام ابن کثیر امام ابن کثیر از مفسرین بزرگ اهل سنت به تفسیر در این آیه قیل غالی که در این باب هست اهل بهتر میدونن اونجا شرح داده و شبهاتی رو که در این باب وجود داره جواب داده و عزیزانی که دوست دارن میتونن در این باب مراجعه بکنن و استفاده بکنن و ما کنن معذبین حتی نبعث رسوله من علای معظمت تا پیامرانی رو نفرستم تا دعوت رو رسم الان هر دعوتگری راه انبیا رو داره پیش میره هر کسی که نام اسلام رو شنیده حجت براش تمام شده است و باید بره دنبال تحقیق بکنه باید بره پیدا بکنه حقیقت رو علای مطال کسی رو که به دنبال حق هست و به دنبال حقیقت هست و دوست داره اما نمیرسته و عذاب نمیکنه به شرطی که قدم برمیداره اما کسی که حق گفته میشه اما به خاطر هوا و هوسش به خاطر اینکه بازار بردگی دیگران از بین نره خمس و سیغه و مال آنچنانی که برخی از کشیشانی به نام اسلام میگیرن برخی رو در مسیحیت میگیرن برخی رو در یهودیت میگیرن به اونها گفته میشه حقایق اما قبول نمیکنن اینها دیگه حکایتشون تمام شده است ان هنتي كه شامل اين آيه نخواند با أرادنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها فَفَسَقُوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وهنگامي كه من الله بازممت أرادنا اراده كن ان نهلك قريه تيك سرزمین رو هلاك ان نهلی که تا من الله و عظمت سرزمینی را امرونه مطرفی هم امر میکنم کسانی که ناز پرورده تنه اومن مطرفی مطرفی ها مطرفی کسانی که اهل طرفن اهل نعمتن ناز پرورده ها کسانی که لای پرقو بزرگ میشن ثروتمندان یک قوم کسانی که در ثروتشون و نعمت اونها رو سرمست کرده اینها من علای بازمت اونها رو دستور میدم تا اطاعت بکنن از من دستورات من اما اونها چیکار میکنن قوفی ها به جای اطاعت فسق میکنن این آیه این گونه شرح میده داده میشه و ترجمه میشه امرنا مترفیها من علای بازمت امن میکنم کسانی که از اونها ناز پرورده اومن به چی امر میکنه علی متعال؟ به فسق امر نمیکنه امر میکنه به اصلاح به دین به تدیان اما اونها در پاسخ ففست نقفی ها اونها فسق میکنن اینطوری نیست که الله تعالی امرنا نمترفی ها ففست نقفی ها امر بکنه اونها رو که فسق بکنن این الله لا یعمر بالفحشه علی متعال در سور عرف میکنه این الله قل این الله و اذا فعلوا فحشتن قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها وقتی که یک فایشه انجام میدن گناه بزرگی رو میگن که آبا اجداد ما این کارو میکنن الله تعالی ما عرم کرده ما این کارو بکنیم قل این الله لا یعمر بالفحشه قل این الله لا یعمر بالفحشه الله مطال عمر به فحشا نمی کنه به فسق نمی کنه اینجا هم امرنا مترفیه ها امر کردم من الله با عظمت ناز نازنازی های اونها رو که نعمت داشتن چون غالبا اگر اینا اسلام بشن مردم پشت اینها میان اینها غالبا اختیار حکومت حکم دست اینهاست منطقه دست اینهاست والیای منطقهن امیرای منطقهن ریستفید منطقهن امرنا مترفی ها اینجا یک جمله محضوفه که خودش در معنا نهفته است امرنا مترفی ها من الله بازمت امر کردم اونها رو تا اطاعت بکنن الله هیچ وقت امر به گناه نمیکنه ان الله لا یامر در پاسخ ففسق قفیادر ماورات خودمونم ما استفاده می کنیم رو امر کردم اما این کار کرد فنانی رو گفتم این بهش امر دستور صادر کردم اما رفت فلان کار رو کرد یک بخشی از معنی مصنوف است اما در خود معنا و سیاق و سباق آیات نافته است یک تعبیر دیگه هم مفصلین در روایات و قراعات دیگری که خوانده شده این تعبیر امرنا آمرنا خانده شده به جای همزه الف آمرنا آمرنا یعنی کثرنا زیاد کردم من الله با زیاد کردم کسانی رو که اهل ناز و نعمتن دارو اینها هم زیاد پایبند نبودن به دین و زیاد عمل نکردن ففست قوفی ها فس کرد یک قراءت دیگه هم خانده میشه این تعبیر امرنا میم تشدید دار میم با تشدید امرنا مترفیها هم من الله با عظمت امارت دادم <تصفح> بعد پوزش امرنا یعنی من الله بازه اونها رو امیر منطقه قرار دادم اختیار منطقه رو به دست اینها دادم امرنا یعنی اینکه اختیار منطقه رو به اینها دادم هر سه این روایات هر سه این قرائات هر سه در جای خودش معناش محفوظه اولی امرنا که روایت حفظ هست مترفیه ها من الله بازمت امر کردم اطاعت بکنن اما اونا ففستن قفیه ها فس کردن یا آمرنا زیاد کردم آمرنا یعنی کثرنا زیاد کردم من الله با عظمت اهل ناز و نعمتشون رو اونها هم من نکردن فسق کردن یا روایت دیگر امرنا من قدرت رو حکم رو به دست اینها دادم مترفی کسانی که ناز و نعمت داشتن به عمل نکردن و ففست قوفی فس کردند فحق علیه القول پس محقق گشت بر اینها علیها ها زمیر برمیگرده به چی؟ به قریه به کل منطقه فحق علیه القول فدمرناها فدمرناها باز ها اینجا بر میگرده ها به قریه در خط بالا پس من الله با عظمت هلاک کردم از بیخ کندم اون قریه رو تدمیرم یک سوال پیش میاد گناه رو مترفین کردن ناز پرورد تنعم ها کردن کسانی که اهل ثروت و قدرت و جا و حشمت بودن اما عذاب رو کل قریه متحمل شدن و اذا نه ان نهلك قريه وقتی من با عظمت اراده حراکت کل قریه رو دارم امرنا مترفیها اون بچه مایداراشون ثروتمنداشون فسق و فجور میکنن اطاعت نکردن اونها رو الله مطال قدرت داده بود ففست قوفی ها کردن فحق علیها القولو پس بعده عذاب الله مطال محقق شد قول الله مطال در عذاب این قریه فدمرناها کل قریه رو من حلاک کردم چطور میشه؟ آیا در این قریه کسانی که مؤمنان کسانی که عبادت میکنن کسانی که فسق نکردن اونا چی میشه؟ اونا هم حلاک شدن اونها هم ملاک میشن اگر در جامعه ثروتمندان جامعه حکام جامعه کسانی که در رأس امور هستند اینها بد بودن اینها فسخ کردن اینها گناه شروع کردن فسق و فجور شروع کردن این اولین مرحله نزول عذاب بر این منطقه است بستناد این آیه قرآن این مرحله اوله ای عذاب داره شروع میشه و داره میاد و وقتی که بیاد وقت تقفت لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه در 25 انفال بترسید از اون فتنه ای که وقتی بیاد فقط ظالمان رو از بین نمیبر آتش کمه جنگل تر خوش رو با هم میسوزونه و همه رو از بین میبره چرا اونها چرا اونها به خاطر اینکه پیرو اینها کلا وقتی که اینها در دوزخ میافتند کلما دخلو وقتی که هر گروهی جدیدی میاد اولیا به دومیا چی میگن ربنا ها اولای اضلونا فاتهم عذابا ضعفا من النار اینها بودن که ما رو گمراه کردن عذابشون بیشتر بکن الان فرعون اگر فرعون شد مردم فرعونش کردن اگر کسی میاد بر گرده مردم سوار میشه و از اونها به نام دین پول جمع میکنه و خمس میگیره و سیغه میگیره خب همین مردم دارن بهش میدن این مردم پشتش را افتادن این مردم دارن اون رو فرعون میکنن این مردم دارن کشیش کلیسا رو دارن بزرگ و سرمستش میکنن اینا پشت سرش هستن دیگه خودشون میگن این نکن لکم تبعا فقال الضعفاء للذین فقال الذين للذين استكبروا ان كنا لكم تبعا اونهایی که مستضعف بودن به کسانی که ظلم میکردن میگن ما روز قیامت میگن ما پشت سر شما بودیم ما پیروان شما بودیم امروز یک کاری برای ما بکنه مگر یک گروه نجات پیدا میکنند فلا منسو مذوب که رو بهی وقتی که فراموش میکنن آنچه که الله مطال به اونها دستور میده انجین الذین ینهون عن سو کسانی که امر معروف و نحی از منکر میکنن فقط کسانی که نحی از منکر میکنن اینها نجات پیدا میکنن در تاریخ بشر این ثابت شده کسانی فقط در عذابی که بر اختیار الله متعال میفرسته بر قومی این عذاب میتونه ناامنی باشه میتونه دوزی باشه میتونه جنگ باشه میتونه یک بیماری باشه میتونه زلزله باشه طوفانی باشه وقتی که ادعی شروع به فسق و فجور میکنن و بیشتر اینها هم همون سرمایداران و عمرا و رؤسا هستن عذاب داره میاد فقط اگر امر به معروف و نهی از منکر کردن میشه جورای این عذاب رو گرفت وگرنه همه با هم میرن مگر کسانی که امر معروف و نهی از منکر کردن و فقط راه نجات و تنها کسانی که نجات پیدا میکنن کسانی هستن که امر معروف و نهی از منکر میکنن و دیگران از بین خواهند رفت و تاریخ گوه هست و کم اهلک نمین القرون من بعد نو و چقدر الله مطال میفهمد من حلاک کردم بعد از نو علیه السلام چون اولین پیامبری بود که بعد از اون بعد از او قوم منحرف شدن قبل از نوح علیه السلام کان الناس امه واحده همه بر مسیر توحید بودن عبادت بعد از نوح علیه السلام الله میفهمه چه قوم هایی رو که من هلاک نکردم کم اهلکنا من القرون قرون جمع قرن است به معنی یک دوره که در اون زمان انسان ها زندگی میکنن چه قوم هایی رو که من هلاک نکردم بعد از نوح علیه السلام و کفا بربک و همین کافی است که پروردگارت آشناست به ذنوب عباده به گناهان بندگانش خبیران بصیر خبیر است بصیر است سیر تا رو خبر داره از تمام اسرار نهفتهشون با خبره عذاب میاد حلاک میکنه و از بین میبره اما فاسق روز قیامت با فسقش هش میشه اونی که سکوت کرده امر معروف و نهی از منکر نکرده اون هم از بین میره آقا نگید موسی به دین خود عیسی به تو قبر اون میگذارن اون تو قبر من تو قبر اون نمیگذارن اون تو قبر من نمیگذارن عذاب کمد این انسان متقی هم از بین میره در همون عذاب هلاک میشه اما روز قیامت هر کسی با عبادت خودش هش میشه و کف بی رب که بدونو به عبادیه خبیرن بصیرا الله موتور گناهان هر کسی رو خبر داره اما از عذاب در دنیا کسانی که امر معروف و نحی از منکر میکنن نجات میابند و دیدیم از قوم نوح علیه السلام که خودش نجات یافت و کسانی که به ایمان آوردن و دعوت دادن و همچنین صالح علیه السلام و هود علیه السلام و لوت علیه السلام و تا به امروز هم سنت الله مطال جاری و ساریست برای کسانی که امر معروف میکنند و نهی از منکر میکنند راه نجات و زمانت از عذاب الله تعالی برگزاری امر معروف بزرگداشت این شعیره بزرگ الهی است امر معروف و نهی از منکر اگر جامعه ای در مقابل ظلم فسق و شهوترانی ها و فسق و فجور بزرگان جامعه ثروتمندان جامعه تجار جامعه رؤسای جامعه سکوت کردن این ابتدای نزول عذاب الله متعال بر این قوم خواهد بود و حتی کسانی که در این قوم از صالحین هستند اما مصلح نیستند به فکر اصلاح نیستند اونها رو هم خلاق خواهد کرد و تنها مصلحین میمانند جامعه ای که به دنبال اصلاح عذاب نمیشه و ما کان ربک لیهلک القرى بظلم و اهلها مصلحون الله متعال این گونه نبوده که هلاك بکنه قومی رو به خاطر ظلمی در حالی که اون قوم در حال به فکر اصلاح خودشون بودن و قدم برداشتن برای اصلاح در آیه 17 سوره مبارکه خود وقت ما گذشت و آیاتی بیشتری رو دوست داشتیم به همه شما عزیزان صحبت بکنیم فرصت نشد به همین قد اکتفا میکنیم تشکر میکنم از همه شما عزیزان که تا این لحظه ما رو یاری کردید و هم تشکر خواست دارم از احمد جان و عزیزان فریجان و محمد جان و عزیزانی که پشت سنه تلاش میکنم در پایین از الله مطال برای همین گذشتی با بخشش رحمت و مغفرت و برای خودمون استقامت بر مسیر قرآن کریم که بهترین و استوارترین راه رو به ما نشان میده تا آخرین لحظه حیات رو خواهیم.

ولو رايتين فمحونا اهلكم و... رسولا وإذا أردنا في قول وكم أهلك نوح وكفى بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقران نحيا بالقران نحيا بالقران نحيا إخوتي يا من حفظتم نص دستور السماء رتلوه واحفظوه تسعدوا يا أوفياء رتلوه في قيام دوما بالصفا واجعلوه ديدنا القلب ومفتاح الوفا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا, بالقرآن نحيا, بالقرآن نحيا